سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. در بغداد با فراخوان مقتدی صدر، روحانی شیعه، تظاهرات بزرگی علیه حضور نظامی آمریکا در عراق برگزار شد. کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و ابو مهدی مهندس، فرمانده کتایب حزب الله، و نگرانی از آشفته تر شدن اوضاع عراق به موج مخالفت با حضور نظامیان آمریکایی دامن زده. تظاهرات امروز در حالی برگزار شده که گروه‌های دیگری از مردم عراق ماها علیه عملکرد اقتصادی و سیاسی حکومت و حضور دور ایران در این کشور اعتراض می‌کنند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. تظاهراتی که در آن هیچ رد و نشانی از ایران دیده نمی‌شود. نه پرچم‌های زرد رنگ گروه‌های وابسته به سپاه، نه پرچم هشت شعبی و نه تصاویر رهبران ایران. در عوض صدها پرچم عراق در هوا رقصان. اما شعار اصلی این تظاهرات همان خواسته ای است که از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز مطرح شده. نه به آمریکا. این تظاهرات به دعوت مقتدی صدر، روحانی با نفوذ شیعه برپا شده که در دوره‌هایی روابط نزدیکی با تهران داشته و گاهی هم تلاش کرده راهش را از وابستگان ایران دور کند. او در پیامش به شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار خروج همه نیروهای خارجی از عراق و عدم مداخله در امور این کشور شد و گفت دولت موظف است با همه کشورهای همسایه پیمان عدم تعرض منعقد کند. مقتدی صدر با این دعوت و تظاهرات نه تنها پیامی روشن از همسویی با سیاست منطقه‌ای به تهران ارسال کرد، بلکه میزان نفوذ مردمیش را نیز به رقبای داخلیش یادآوری کرد. رقبایی که علاوه بر او باید با تیم سیاسی وابسته به صدر هم دست و پنجه نرم کنند. از آن جمله این گروه. عراقی ها برای حاکمیت ملیشان که در 16 سال گذشته توسط آمریکایی ها و دیگر نیروهای خارجی نقض شده در تظاهرات میلیونی شرکت کردند. امروز عراقی ها از خانه خارج شدند تا با تظاهرات قدرت میلیونی در برابر دشمن بایستند و حاکمیت ملیشان را تثبیت کنند. عنوانی که این روحانی عضو پارلمان عراق استفاده کرد در واقع عبارتی تبلیغاتی است که از سوی مقتدی صدر استفاده شد. تظاهرات قدرت میلیونی، یادآور عنوانهای تبلیغاتی مشابه برای کمپین هایی که در تلاشند با اتکا به حضور خیابانی هواداران به اهداف سیاسیشان برسند. مردم میخوان اشغالگران خارج بشن، مردم اشغال نمیخوان. این تظاهرات قدرت میلیونی برای حاکمیت ملی عراق و اتحاد کشوره. همه مردم عراق تحت رهبری مقتدی صدر حضور شوم آمریکایی ها رو در سرزمین حرم های مقدس در عراق محکوم می کنند. ما از آمریکا می خواهیم که به شکل مسالمت آمیز و از طریق راه حل سیاسی و تلاش های پارلمانی از عراق خارج بشه. اما بدون توافق گزینه آخر مقاومت نظامی خواهد بود و آمریکا به زور اخراج میشه. اما در نماز جمعه این هفته در کربلا، در پیام آیت الله سیستانی اشاره مستقیمی به مسئله خروج نیروهای آمریکایی از عراق وجود نداشت. او در عوض بخش مهمی از سخنرانیش را به تشکیل دولت جدید عراق و حق مردم برای اعتراض اختصاص داد. ان تشکیل الحکومه، تشکیل دولت جدید بیش از آن که قانون اساسی اجازه بدهد به تأخیر افتاده. این وظیفه همه احزاب است که همکاری کنند و بر اساس قوانینی که از پیش بر سر آنها توافق شده مشکل را حل کنند. حل بحران کنونی گام بسیار مهمی است. بحرانی که آیت الله سیستانی از آن صحبت می کند شبیه به گره کوری است که با دولتی نیمه جان، معترضانی خشمگین در خیابان و شکاف‌های عمیق مذهبی و سیاسی چشم‌اندازی برای حلشان دیده نمی شود. کیوان حسینی، بی بی سی. نفیسه کوهنورد خبرنگارمون از بغداد با ماست. نفیسه، آیا این تظاهرات در این سطح وسیع خبر خوبی است برای ایران و نیروی قدس سپاه پاسداران؟ به هر حال اون خواسته ای بود که ایران هم مطرح میکرد و اون خروج نیروهای آمریکایی از اینجاست و اینکه این کار به دست خود عراقی ها انجام بشه. این تعداد تظاهر کننده در
خیابان‌ها به هر حال چشمگیر بود، گرچه به میلیون شاید نرسیده باشه ولی هزاران نفر بودن. در همین پایگاه آمریکایی هم بسیار نگرانی از این بود که شاید تظاهرکننده‌ها به این سمت، به سمت سفارت آمریکا در بغداد بیان. بر روی دیوارها نوشته شده بود، هشدار داده شده بود که نزدیک این مکان نشید و اگر نزدیک بشید و موانع رو از موانع عبور بکنید ممکنه کشته بشید. به هر حال همین دو سه روز پیش بود که دو شب پیش بود که اینجا نزدیک اینجا سه کاتیوشا اصابت کرد، یکیش البته به رودخانه افتاد ولی دوتاش در داخل محوطه سفارت آمریکا برخورد کرد. فشار رو روی آمریکایی‌ها زیاد می‌کنه، اما اینطور که از همه گروه‌های مختلف هم می‌شنویم اینطور نیست که همه عراق‌خواهان خروج نیروهای آمریکایی باشن. اما برای ایران به نظر میاد مهم اینه که نشون بده که عراقی‌ها هستند که خودشون می‌خوان اونها آمریکا رو از اینجا بیرون بکنن، گرچه رایزنی‌های پشت پرده عمیقی وجود داره. آقای برهم صالح رئیس جمهوری عراق با آقای ترامپ دیدار کرده که خب خشم گروهی رو اینجا برافروخته، اما نشان دهنده این هست که چقدر چند دستگی در مورد وجود آمریکایی‌ها در اینجا وجود هست، به خاطر اینکه خیلی معتقدن خروج آمریکا میتونه عراق رو با مشکلات عدیده دیگه ای مواجه بکنه. بعضی ها میگن میتونه عراق رو کاملا به دست ایران واگذار بکنه و بعضی ها میگن که میتونه عراق رو برگردونه به دوران جنگ داخلی و حتی آمدن گروه های رادیکال قوی تر و ممکنه تحریم هایی هم علیه عراق باشه که در نهایت مردم هستن که آسیب خواهند دید. نفیس، سوالی که پیش میاد این هست که این تظاهرات چقدر یک تظاهرات محض ضد آمریکایی هست، چقدر تظاهراتی است برای حمایت از حضور ایران در عراق؟ تو تظاهرات امروز خیلی توجه ظاهرا به این بوده که حتما پرچم‌های عراق استفاده بشه. به هیچ وجه ما پرچم‌هایی که همونطور که کیوان هم در گزارشش گفت به هیچ وجه گروه‌های دیگه رو ندیدیم، برخلاف تشییع جنازه اعضای کتایب حزب الله که چند مدت پیش در حمله هوایی آمریکا در دو سوی مرز سوریه کشته شدن و شعارها هم خیلی بیشتر شعارهای ضد آمریکا و طرفدار ایران بود. اما این بار شعارهای ضد آمریکا رو، ضد اسرائیل رو هم شنیدیم، اما اثری از ایران ندیدیم. ولی به هر حال بر کسی پوشیده نیست که خیلی از این گروه ها نزدیک به ایران هستند. آقای مقتدی صدر با اینکه مخالفت خودش رو گاهی با ایران هم نشون میده، اما همین دیروز ظاهرا از ایران رسیده، مدت ها بود که در قم به سر می برد، رابطه نزدیکی داره. تصاویرش با آقای سلیمانی و آقای خامنه ای همین چند مدت پیش منتشر شده. برای همین هم هست که به هر حال بخشی از نگاه ها اینه که این سازماندهی بیشتر از طرف ایرانه و نه خود عراقی ها. متشکرم از تو نفیسه کوهنورد در بغداد. و برای صحبت بیشتر در این باره افشین اشراحی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا از لیدز با ما هستن. آقای اشراحی، به نظر میاد که عراق الان در یک موقعیت بسیار دشواری قرار گرفته. از یک سو نزدیکی عراق به ایران هست و از طرف دیگر وابستگی عراق به آمریکا. آیا این عراق در موقعیت انتخاب قرار گرفته؟ همینطور که اشاره کردید شرایط بسیار خطرناکی عراق در اون قرار گرفته و به نظر میاد که همانند ماها و سالهای گذشته یک بار دیگه عراق تبدیل شده به یک جبهه زورآزمایی بین تهران و واشنگتن. علارغم اینکه امروز هزاران نفر، شاید ده ها هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند در بغداد، اما فراموش نکنیم که کسانی که امروز در بغداد حضور داشتند نماینده تمام جریان‌های سیاسی و افکارهای سیاسی و سلایق سیاسی در عراق نیستند. ما عملاً در دو سال گذشته هیچ گونه حضور قابل توجه سیاسی رو از احزاب یا جریان‌های اجتماعی سنی ندیدیم. عملاً به نظر میاد که احزاب کردی هیچ گونه رغبت
و تمایلی حتی برای اظهار نظر کردن در مورد اتفاقاتی که امروز داره در بغداد یا شهرهای عموماً شیعه نشین در عراق میفته ندارن. و حتی اگر که ما به جمعیت شیعه هم نگاه بکنیم، اتفاقات دو سه سال گذشته نشون میده که یک تکثر بسیار عمیق و در بعضی از مواقع شکننده‌ای وجود داره، گرچه که اعتراضات امروز بدون شک میتونه فشارها رو روی ایالات متحده بیشتر بکنه، اما من فکر میکنم که رجال امنیتی و سیاسی ایالات متحده مطلع هستند که آقای سعد تمامیت عراق یا حتی تمامیت جامعه شیعه رو نمایندگی نمی‌کنه. و فراموش نکنیم که آقای سیستانی هم عالی رتبه ترین مقام مذهبی شیعه هم، گرچه که از حق مردم دفاع کرد برای تظاهرات و اعتراض، اما به شکل مستقیم از اتفاقات امروز و از فراخوان آقای سعد دفاع نکرد و حمایت نکرد. متشکرم از شما افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا از لیدز. در چین شمار افرادی که بر اثر ابتلا به ویروس جدید کرونا جانشان را از دست دادند به 26 نفر رسیده. ابتلای بیش از 800 نفر هم تایید شده. اگرچه این ویروس خطرناک در چند کشور دیگر هم دیده شده، سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده که هنوز نمیتوان آن را تهدیدی جهانی دانست. در همین حال دولت چین محدودیت حمل و نقل عمومی را به 10 شهر گسترش داده و بعضی از اماکن عمومی تعطیل شدند. باران عباسی گزارش می‌دهد. لحظه ای که ورودی های شهر به دیوارهای قرنطینه تبدیل می شوند. تلاش برای جلوگیری از شیوع نسل جدید ویروس مرگبار کرونا. تعطیلی ایستگاه های حمل و نقل عمومی و لغو سفر قطارها و هواپیماها در ده ها شهر استان هوبی. اقدامی که امکان مسافرت را برای دست کم 35 میلیون نفر محدود می کند. خیلی از آنها برای جشن سال نو چینی به دیدن خانواده می رفتند. همه ناراحتم. قرار بود پدر و مادرمو ببینم. اما این ویروس خیلی خطرناکه. به خاطر همین تصمیم گرفتیم نریم. اینجا در شهر ووان، مرکز بحران، آغاز ساخت یک بیمارستان 1000 تخت خوابی از دیشب. مقام ها امیدوارند کار به سرعت تمام شود و بیمارستان از 10 روز دیگر شروع به کار کند. نشانه ای از تلاش دولت برای کنترل بحران. بعد از انتشار تصاویری از صف‌های طولانی در مراکز درمانی، بعضی میگویند 10 ساعت اینجا در انتظار بودند. در حال حاضر اقدامات برای جلوگیری از شیوع ویروس جدید کرونا وارد مرحله حساسی شده. ما باید تمام تلاشمون رو برای جلوگیری از انتقال این ویروس به جای دیگه بکنیم. ویروس مرموز همین حالا هم از مرزهای استان هوبی عبور کرده و در 2 استان دیگر چین قربانی گرفته. در سراسر کشور بیش از 800 نفر آلوده شدند. اما فقط محدودیت رفت و آمد نیست. بسیاری از مکانهای عمومی و مراکز تفریحی تعطیلند. جاهایی که معمولاً این وقت سال پر از هیاهوی گردشگران بود. از جمله شهر ممنوعه در پکن و قسمتی از دیوار بزرگ چین. اینجا در شانگهای دیزنیلند بسته شده. مسافرانی که از شهرهای آلوده می آیند هم باید 14 روز در خانه قرنطینه شوند. با افزایش شمار قربانیان، فرودگاه ها در دیگر نقاط جهان در حالت آماده باشند. ویروس کرونا بعد از چین در ژاپن، تایلند، سنگاپور، ویتنام، تایوان، کره جنوبی و آمریکا هم دیده شده. در بریتانیا و کانادا هم چند مورد مشکوک به ابتلا تحت آزمایش قرار گرفتند. با این حال سازمان بهداشت جهانی میگوید این بیماری هنوز به یک تهدید جهانی تبدیل نشده. اینجا در ووان اما شرایط بحرانی است و محدودیت ها هم از جاهای دیگر شدیدتر، از جمله در دانشگاه بیمارستان شهر. ما از دانشجوها خواستیم هیچ تجمعی برگزار نکنن. به جای اینکه برن غذاخوری تنها غذا بخورن. همچنین جشن سال نو رو لغو کردیم. همه این نقاط دانشگاه ها هم مرتب ضد عفونی میشه. اقداماتی که به نظر میرسد برای جلوگیری کامل از انتقال این بیماری کمی دیر باشد، اما شاید مانع از بروز یک بحران جهانی شود. باران عباسی، بی بی سی.
به گزارش CBC تلویزیون ملی کانادا، ماموران مرزبانی آمریکا از ورود یک راننده تریلی ایرانی کانادایی به نام بابک سلیمانی به دلیل تشابه اسمی با قاسم سلیمانی جلوگیری کردند. آقای سلیمانی گفته سعی کرده برای ماموران توضیح بدهد که نام خانوادگی او بسیار رایج است و هیچ نسبتی با قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس ندارد. بهمن کلباسی خبرنگارمون از نیویورک با ماست. بهمن، روایت آقای سلیمانی از این ماجرا چیه؟ او میگوید که کامیوندار، راننده کامیونه و 4 سال است که بدون مشکل بین ایران و آمریکا، معذرت میخوام، بین کانادا و آمریکا رفت آمد میکنه و بار میبره و ناگهان در پس این وقایع در هفته‌های اخیر جلویش رو گرفتن، چند ساعت نگهش داشتن، ازش در مورد تشابه فامیلیش با قاسم سلیمانی پرسیدن و حتی در مورد اینکه نظرش چیه که این قاسم سلیمانی رو آمریکا کشته و واکنش هایی که بهش بوده، نظرش رو و تحلیلش رو ازش خواستن که میگه که من همینجوری فقط گفتم که این تنش ها منجر به کشته شدن افراد و شهروندان عادی میشه و در نهایت هم تصمیم گرفتن که مانع ورودش بشن و برش گردوندن به خاک کانادا و روز بعد در کمال ناباوری که فکر میکردین حتما یک برخورد سلیقه‌ای اون مرزبان بوده، میره که از یک مرز دیگه عبور کنه، اونجا ماموران FBI پلیس فدرال آمریکا میان سراغش و بهش میگن که تو حق نداری دیگه سعی کنی از مرز بگذری و باید برگردی و دیگه هیچ وقت با آمریکا نیا. در نتیجه نگرانیش مخصوصا این است که بخش بزرگی از درآمدش و کارش این است که بار به داخل آمریکا ببره و برعکس، و حالا با این وضع نمیتونه کارش رو انجام بده. تأکیدش هم باز همین است که نه سیاسی است، نه بخشی از هیچ دولت و گروهی و در نتیجه هیچ ارتباطی هم همونطور که در مقدمه آمد با آقای سلیمانی کشته شده نداره. و الان یه نگرانی دیگه که داره اینه که برای کودک خردسالش این مسئله دشواری هایی به وجود بیاره. چه واکنشی به گزارش دیروز CBC وجود داشته بهمن؟ دو تا گزارش داشت CBC دیروز، یکی این در مورد آقای سلیمانی و دیگری این که میدونیم در چند هفته گذشته تعداد قابل توجهی ایرانیانی که ایرانی تبارانی که گذرنامه آمریکا دارن یا گذرنامه کانادا دارن متوقف شدن، بعضی ها چندین ساعت ازشون پرسجو شده. اون زمان، اون روزی که این اتفاق در 16 دی افتاد که حدود 50 ایرانی تبار متوقف شدن در مرز کانادا و آمریکا، گزارش شد که اینها به خاطر اینکه ایرانی بودن، متولد ایران بودن، هدف قرار گرفتن، ولی اداره مرزبانی یک بیانیه‌ای داد که اصلا چنین نبوده و ما چنین نکردیم و تکذیب کردن. ولی گزارش CBC دیروز نشون میده که یک مأمور مرزبانی اداره مرزبانی آمریکا درز داده به شبکه CBC از طریق وکیلش که اتفاقا دقیقاً اداره مرزبانی به اونها دستور داده بوده که هر کس که متولد ایران هست، صرف نظر از اینکه گذرنامه کانادایی داره یا گذرنامه آمریکایی، رو متوقف، پرسجو و همچنین ازشون اطلاعات شخصی و سیاسی که عقایدشون بگیرن. در نتیجه این صحبت این اداره مرزبانی، حرف‌های و تکذیب‌های اداره رو، صحبت‌های این مأمور اداره مرزبانی که نامش برده نشده، تکذیب‌های اداره مرزبانی رو زیر سوال می‌بره. ولی هنوز ما از اداره مرزبانی نشنیدیم که واکنششون به این درز اطلاعات چه بوده. حالا امروز صبح باید پیگیری بکنیم ببینیم واکنش نشون میدن یا نه. متشکرم از تو بهمن کلبسی در نیویورک. سازمان ملل متحد در روز جهانی آموزش گفته 3.5 میلیون کودک در افغانستان از تحصیل محرومند. فقر، ناامنی، ازدواج در کودکی و رفتار تبعیض‌آمیز علیه دختران از دلایل عمده نرفتن آنها به مدرسه است. عالیه فرزان، خبرنگار BBC، سراغ دختری را در ولایت پنجشیر گرفته که برای کمک به تحصیل دختران مبارزه کرده. مسیری که عاقله را به خاطرات سخت دو دهه پیش می برد. نیم ساعت منزل به هدف آموزش. تجربه 14 ساله که زمان برای دختران به گذشتن از 7 خان رستم می ماند. نادیده گرفتن شرایط جنگی و باورها علیه آموزش کار ساده نبود. موانعی که فقط چند دختر در اینجا موفق شدند از آن عبور کنند. دوری که تربیه معلم می رفتیم حتی به این شد که سر ما فیر کردند. در نزدیک و ما چار اطراف ماکت مرمی می زدند. باز صنفی های می گفتند که شاید عاقله ای آخرین روز ما باشه. آن آدم مثلا می گفت دختر فلانی نمی ره، درس نمی خواند، تو چرا بری بخوانی؟
خود دیگرها که خواندین چی شده؟ چی کردین؟ از 18 هم کلاسی عاقله تنها 3 نفر به تحصیلات ادامه دادند. متبقی همه خانه نشین شدند. عاقله حالا برای خودش شغل دست و پا کرده و در جامعه اعتبار دارد. اولین دخترایی که راه را برای تعلیم دیگه دخترها در پنجشیر باز کردن از این مکتب فارغ شدند. اینا دوستای هم دوره مکتب بودند که یک زمان به علیه باورهای نادرست در پنجشیر مبارزه کردن و درس خواندند. حالا هر کدامشان استاد شدند و زیر دستشان ده ها دختر دیگه درس میخوانند. از هم نسلانی و بسیارند دخترانی که حسرت آموزش به دلشان مانده. این جنگ بود که سرنوشت دختران در پنجشیر را رقم می‌زد. بی‌سوادی زندگی را برای شکریه دشوار کرده. وقتی که ما می‌رفتیم مکتب می‌خواندیم شامل مکتب کردند ما، مگر مشکل چی بود که به خاطر جنگ بود دیگه کسام نمی‌ماندند که طفلایشان برند درس بخوانند. پدر و مادر ما ترسید نماندند ما. برای میگه که کاشکی که تو سواد می‌داشتی که مشکل تعلیم شد. دیگه اینا 4 دانه طفل یتیم است. مشکل این همی است که هر جا میرم کسی در کار نمیگیره. چی میگن حسابی؟ توسط تفریق یعنی منفی. پنجشیر تنها ولایتی نیست که دختران از آموزش بازداشته شدند. این مشکل در افغانستان در بیشتر ولایت ها دیده می شود. با گذشت سالها کماکان باور مردم پنجشیر نسبت به آموزش دختران تغییر کرده. شاید عاقله و امثالش بودند که در تغییر ذهنیت مردم نقش داشتند. حالا 800 دختر از روستای تاواخ به مکتب می روند. 20 سال پیش همزمان با سقوط حاکمیت طالبان باورها علیه آموزش و پرورش در پنجشیر هنوز هم حاکم بود. عاقله و امثالش اولین دختران بودند که به علیه باورها جنگیدند و حالا با گذشت 2 دهه ای باورها تغییر کرده و از هر خانه در پنجشیر یکی یا 2 دختر به مکتب میرن. آلیا فرزان، بی بی سی، پنجشیر. نوریه نوزهد، سخنگوی وزارت معارف افغانستان از کابل با ما هستند تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. خانم نوزهد، البته گزارش همکارم از پنجشیر گزارش مثبت بود در زمینه آموزش دختران مخصوصا، ولی گفته میشه که در همین روز جهانی آموزش 3.5 میلیون کودک در افغانستان الان هنوز از تحصیل محرومند. این آمار رو چطور میبینید؟ بسیار تشکر. بله، بدبختانه هنوز هم 3.7 میلیون طفل در افغانستان، البته اطفالی که واجد شرایط شمولیت به مکتب هستند، از تعلیم و تربیه محروم ماندن. علتهایش هم مشخص است. بیشترین عامل محروم ماندن 3.7 میلیون طفل که بالای 60% اینا را هم بدبختانه دختران در افغانستان تشکیل میده، جنگ ها و ناامنی ها است. عوامل بعدی یا عواملی که در رده های دوم و سوم قرار میگیره، بالاخره حاکمیت رسم و رواج های ناپسند هست، مشکلات اقتصادی هست، فقر اقتصادی و بالاخره بیجا شدن های داخلی و مهاجرت به کشورهای بیرونی و آفات طبیعی هم میتونه که یکی از عوامل باشه که سبب شده اطفال افغانستان مخصوصا دختران از روند تعلیم و تربیه بازداشته شوند. ولی مهم ای است که وزارت معارف که مسئولیت تعلیم و تربیه اطفال افغانستان را بر عهده داره، در این راستا چه کار را انجام داده. ما در سال 1397 سروی را آغاز کردیم برای ای که شناسایی بکنیم اطفال محروم از مکتب را، ای که چه عامل در کدام منطقه افغانستان سبب شده که اطفال ما از تعلیم و تربیه محروم بمانند. مثلا آیا جنگ یا ناامنی سبب شده که در یک تعداد یا یک شماری از ولایت‌های افغانستان تعدادی از اطفال از تعلیم و تربیه محروم بمانند، و آیا فقر اقتصادی سبب شده، آیا فقر فرهنگی، ازدواج‌های اجباری و بالاخره رواج‌های ناپسند حاکم بر جامعه سبب شده؟ این عوامل را باید شناسایی شوند و بالاخره تعداد اطفالی که به همی علت ها از تعلیم و تربیه باز ماندن، ما یک سروی را آغاز کردیم برای شناسایی اینا تا ای که بالاخره زمان اینا مشخص میشن، تعدادشون برای ما معلوم میشه و عاملش معلوم میشه، منطقه ای که در اونجا اطفال از تعلیم و تربیه محروم ماندن ای برای ما مشخص میشه که بعد از او باز ما اقدام بکنیم در قسمت شمولی
فعالیت اینا. البته ما برنامه بزرگی را هم در سال 97 آغاز کردیم تحت عنوان تعلیم منتظر نمیمونه، در همکاری با یکی از انجوهای بین المللی یا یکی از مؤسسات بین المللی، که هدف از این برنامه هم امی بود اطفالی که خارج از مکتب هستن اینا را ما بیاییم وارد سیستم تعلیم و تربیت در افغانستان بسازیم، که بر اساس برنامه 34,000 طفل در مجموع در 3 سال وارد نظام آموزش و پرورش میشن و برخوردار خواهد شدن از برنامه آموزشی و پرورشی. و این برنامه به شکل خود بود، ما در بخش‌های از افغانستان که ناامن هست یا مکتب نداریم در اونجا، و یا هم سنن‌های موجود در اون منطقه سبب میشه که اطفال از رفتن به مکتب محروم شوند، مخصوصا دختران، در اونجا ما باید صنف آموزش محلی تدویر بکنیم و از طریق تدویر صنف‌های محلی و صنف‌های تصریحی بتونیم زمینه آموزش و پرورش را برای اطفال مخصوصا برای دختران افغانستان ما فراهم بسازیم. متشکرم از شما نوریه نوزهد، سخنگوی وزارت معارف افغانستان در کابل با ما. تیراندازی در جریان یک نزاع شخصی در شهر روتمسه آلمان چند کشته به جای گذاشته. گزارش‌های تایید نشده از مرگ 6 عضو یک خانواده حکایت داره. به نظر میاد علت تیراندازی همطور که گفتم نزاع شخصی باشه. به گفته رسانه‌های آلمان یک مرد 30 ساله به عنوان مظنون دستگیر شده. روتمسه در شمال شرق شتوتگارت در آلمان قرار داره. تعداد دانشجویان چینی که در بریتانیا درس می‌خوانند از همیشه بیشتر شده. آنها منابع مهم درآمد دانشگاه‌ها هستند. در این حال نگرانی‌های در مورد نفوذ دولت چین در دانشگاه‌های بریتانیا ایجاد شده. گزارش براون و جفریز رو از دانشگاه لیورپول ببینیم که بیشترین دانشجویان چینی رو در بین دانشگاه‌های بریتانیا داره، از جمله 40 دانشجوی دکترا که دولت چین هزینه تحصیل اونها رو می‌پردازه. موسیقی او را برای تحصیل به لیورپول کشاند. حالا برای گروهش ترانه‌ای در مورد این شهر نوشته. کوین میگوید تحصیل در اینجا چشم‌انداز دیگری برایش به وجود آورده. تحصیل در اینجا باعث شده موضوعات رو بی‌طرفانه ببینم، مخصوصا در مورد مسائل جهانی. تنها از زاویه دید چین نگاه نمی کنم. تقریبا یک نفر از هر 5 دانشجوی این دانشگاه چینی است. شهریه 2 یا 3 برابر دانشجویان بریتانیایی می پردازند. در این آزمایشگاه یانگ بای درباره انرژی پاک کار می کند. او فارغ التحصیل شده و مشغول تحقیق است. دولت چین خرجش را می دهد. قبل از اینکه اینجا بیام هیچ آزمایشگاهی مثل این ندیده بودم. فوق‌العاده است. چین منابع بی‌نظیری برای تحقیق دارد. آیا این دانشگاه دلش می‌خواهد دولت چین را ناراحت کند؟ آیا از یک سخنران طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ استقبال می‌کند؟ می‌خوایم در روابطمون با شرکامون حساس باشیم. اما بخشی از نظام آموزش عالی بریتانیا هم هستیم. آزادی بیان برای ما بسیار مهمه. از طرف دیگه نمی‌تونیم کمک‌های تحقیقاتی چین رو هم نادیده بگیریم. وقتی طرفداران دموکراسی به خیابان‌های هنگ کنگ آمدند، این کارشان روی دانشگاه‌های بریتانیا تأثیر گذاشت. این دانشجویان هنگ کنگی چینی در منطقه دیگری از کشور درس می‌خوانند. اگر سفارت چین یا دولت چین منو شناسایی کنند، ممکن امنیت بستگانم که در چین هستم به خطر بیفته. آنها می‌گویند دانشجویان چینی تهدیدشان کردند. تو گروه‌های چت چینی منو تهدید کردن. بهم گفتن می‌کشیمت. گفتن چاقو میارن که منو بکشن. جوانانی که هزاران کیلومتر دورتر از خانواده‌هایشان برای تحصیل در بریتانیا هزینه می‌کنند.